بینندگان عزیز سلام عرض می کنم، امیدوارم حالتون خوب باشه، روزگارتون فرخنده و تنتون سلامت در هر سمت و سوی از این جهان پهناور که زندگی می کنید. میهمان امروز برنامه من در برنامه اختصاصی خودم ایرانیان موفق وجود نازنینی هستند که حدود یک سال و نیم پیش در این برنامه دعوت داشتن و در کنار من نشستن و در مورد تخصصشون و خدماتی که انجام دادند صحبت با ایشون کردم. در آن زمان مورد صحبت و سوال و جواب فعالیت‌های اجتماعی و انسانی ایشان بود در سطح آمریکا و جهان، که ایشون یکی از علمداران نهضت مبارزه با خشونت در آمریکا هستند، یک بانوی ایرانی، و در این راستا بسیار بسیار خدمت کردند، فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای داشتند، کما اینکه خبر به گوش کاخ سفید نشینان نیز رسید و از طرف خود آقای کلینتون در زمانی که ایشون رئیس جمهور بودند دو تقدیرنامه دریافت کردند، که در یکی از تقدیرنامه ها که قبلا در این صحبتی که با ایشون داشتم حدود یک سال و نیم پیش بهش اشاره کردم، خود آقای کلینتون نوشتن که دنیای ما مدیون تاریخ سازان و کسانی است که دنیای ما رو می سازند و شما خانم دکتر یکی از کسانی هستین که دنیای ما رو می سازید. من و ملت و دولت آمریکا به وجود شما افتخار می کنیم و خدمات شما رو ارج می نهیم. سپاسنامه دیگری نیز از آقای کلینتون ایشون دریافت کردن، باز هم در راستای علمداریشون در نهضت مقاومت با خشونت در سراسر آمریکا. سخنرانی های بسیاری داشتند، به مجامع بالای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی راه یافتند و نظراتشون، گفته هاشون مورد تایید قرار گرفت. در بسیاری از راهنمایی هایی که در سطح آمریکا انجام شد به خاطر مبارزه با خشونت، این بانوی ارزشمند ایرانی پیش قراول بودند، و باز هم آقای کلینتون به این مسئله نیز در نامه دوم یا تقدیرنامه دوم اشاره کردند. و ما چرا امروز مجدداً ایشون رو دعوت کردم؟ به خاطر اینکه اگر در موردی که راجبش صحبت کردم ایشون یکی از درمانگران بیماری اجتماعی یعنی خشونت هستند، از سوی دیگر ایشون پزشکی هستند که به خصوص در این برهه از زمان که بیماری‌های سمی و به خصوص انتراک یعنی همون سیاه زخم خودمون، ترجمهش کردن سیاه زخم بوده، که یک بیماری دامی است که از دام به انسان منتقل میشه، ایشون تخصص دارن. ایشون دارای دو تخصص پزشکی هستند، یکی علم پیشگیری و بیماری هایی که به صورت مصری و در سطح جهان ممکنه که بروز بکنه و مردمان رو گریبانگیر بکنه، و دیگر تخصص دیگری ایشون دام پزشکی هست، و به خصوص در این مورد بیماری انتراکت میتونیم، من فکر میکنم ایشون بسیار صلاحیت دارن که راجع به این صحبت کنن، و بعد باز هم خواهیم پرداخت به مسئله مبارزه با خشونت. میهمان عزیز امروز برنامه من خانم دکتر فریده کیومهر در پرانتز دادستان، زیرا که ایشون همسر گرامی آقای دکتر رضا دادستان نیز هستند. خودشون خانم فریده کیومهر، همسر آقای دکتر رضا دادستان، که بنده هم به خود ایشون و هم شوهر
عالی قدر و محترمشون دو پزشک انسان دوست ایرانی بسیار شخصا ارادت دارم. خانم سلام عرض کردم. سلام خدمت شما خانم خدا و بینندگان عزیز تلویزیون پارس. قبل از هر چی من باید بگم شما واقعا من شرمنده کردید. امیدوارم که ارزش این همه محبت و صحبتایی که کردین داشته باشم. من اشاره کردم که شما به دو تخصص دارید، یکی بیماری، یکی در مورد بیماری‌های پیشگیری و دیگری دامپزشکی. در مورد تخصص‌هاتون بگیم و بعد بریم سراغ اصل مطلب، یعنی بیماری سیاه زخم که این روزها به خصوص وحشت بسیار زیادی به خصوص در جامعه آمریکا و مایی که ساکن این مملکت هستیم به وجود آورده. نامه‌هایی که حامل پودرهای انتراکت هست به مردم، به منازل، به ادارات فرستاده میشه. این ویروسی که داره همه رو واقعا به وحشت میندازه. من خودم واقعا میترسم، باور کنید، من تو میترسم برم باشگاه ورزشی که هر روز معمولا میرم ورزش میکردم، برم اونجا ورزش. باور بفهمید، یعنی چنان وحشتی افتاده به مردم. تنها من نیستم، همه الان دارن وحشت میکنن که این بیماری انتراکس. من دفتر ما در طبقه نهم عمارتی است که کنار دفتر ما، ما مثلا شماره 902 هستیم، دفتر همسایه 901، سویت 901 آپارتمان یا دفتر شماره دهرا. این یه کمپانی آمریکایی است. یک دختر جوان نازنین مثل برگ گل 22 ساله ایرانی در اونجا کار میکرد و ایشون رسپشنیست بود، تبلکی هست. سه روز پیش، یعنی روز پنجشنبه، من برای یه کاری رفتم، برگشتم، یک ساعتی نبودم در ساختمان. وقتی برگشتم دم از آسانسور که آمدم بیرون، دیدم جلوی دفتر ما دو سه تا پلیس ایستاده، یعنی اون محوطه طبقه نهم. این پلیس ها چی هن؟ و بعد رفتم وارد دفتر خودمون شدم، از سکرتر پرسیدم که چه خبر، این پلیس ها چرا تو راه رو هن؟ بعد سکرتر توضیح داد که مثلا فرض کنید در همین فاصله یک ساعتی که من نبودم، به همون آفیسی که اون کمپانی هست که یک مورگج کمپانی هست و همشون آمریکایی، دختر ایرانی، و نامه آمده. این دختر طبق وظیفه اداریش که همیشه نامه ها رو باز می کرده، یو چاقو زده، نامه رو باز کرده، یو گرد ریخته. فوری بردن و آمبولانس اومدن و بردن و ماینش کردن و حالا آزمایشات پزشکی. من دیگه تا دیروز که جمعه بود نمیدونم نتیجه آزمایشات پزشکی چه بوده، ولی یک نامه بوده که از شیکاگو ارسال شده، سرنسخه بسیار شیک، بسیار گرونی بوده، انولوپی که بوده بسیار از نوع مرغوب کاغذ بوده، بسیار گرون، و آدرس بوده، یعنی آدرس حتی میگن به خط طلایی هم بوده، یه خیلی دیگه شیک بوده، ولی خب حالا ممکنه آدرس دروغی باشه. همونطور که ما گفتیم ترس و وحشتی که دل مردم هست، در این حال که بایست همه کانسرن باشن، مواظب باشیم، شکی درش نیست، ولی دارم میخواد که اینم بگیم که نباید اونقدر وحشت کنیم، چون به هر دلیلی من به خاطر همین شما رو دعوت کردم که بگم ما باید وحشت بکنیم یا نکنیم. وحشت نباید کرد به نظر من، چون وحشت جز این که آدمو عقب بندازه و هیچ کاری در موردش نکنه، برای ما هیچ فایده نداره. برای همین من فکر کنم نباید وحشت کرد. ولی در مورد این خانمی که شما میفرمایید، بهتون بگم که در لس آنجلس، من فقط دیروز با شهردار لس آنجلس یه میتینگ بودیم، صحبت شد و به من میگفتش که اقلن شاید 30-40 تا شاید هم خیلی بیشتر، که اینا که البته دیگه زنگ زدن به 911 و یا به پلیس و از اونا خواستن که بیان و اینا رو ببرن نگاه کنن، تا به حال حتی یک دونه اینا نبود بوده. یعنی وقتی باز کرده، هم که شما گفتین مثلا در پاکت که باز کردن، این مقدار پودر سفید یا حتی قهوه‌ای، چون همه نوعش هست، ریخته بیرون و اینا همه وحشت کردن، حتی شروع کردن درمان و دارو رو به اصطلاح آنتی بیوتیک به اینا دادن. ولی بعدم بعد از چند وقتی که اینو آزمایش کردم و دیدم، متاسفانه یکم طول میکشه، ولی وقتی که متوجه شدن، دیدن همه پک بوده به قول اینا و هیچ مسئله نبوده. یعنی میتونه آرد معمولی باشه، آرد معمولی باشه. وحشت روان، جنگ روانی را انداختن. متاسفانه این کاری که مردم دارن میکنن، یعنی دامن میزنن به این وحشت و تروری که به وجود اومده، و این واقعا باعث تاسفه. و من میدونم که هم آقای باکا که رئیس پلیس اینجا هستن، پلیس
سناتور با کارو میگیره، شریف با کار، شریف با کار. بله بله، این بس بود که دقیقاً میخوان هر کسی که یک همچین برنامه‌ای داره و این نامه ها رو میفرسته، چون اینجا دیگه مسئله شوخی نیست. ببینید یه موقع شوخی هست، جنگ روانی، ولی این جنگ روانی و شما اضافه کردن به این هیچ فایده نداره. برای همین حالا امیدوارم که این همسایه شما نخست که حالا البته همه انسان‌ها باید از این مسئله راهایی پیدا کنن، ولی به خصوص که ایرانی هستن دل ما بیشتر میسوزه و امیدوارم که برای این خانومش اتفاق نیفته ان شاء الله. و به هر حال امیدوارم که اینا یه چیزی فقط حالا به صورت غیر طبیعی، چون ببینید تا به حال برای هر کسی که این نامه ها اومده که تونستن پیدا کنن که یک حالت مثبتی درش بوده، در مواقعی بوده که به یک گروه ها و یک آدم های خاصی فرستاده شده، مثلا سناتور داشر هست، بله، دن رادر، این آدمایی که یا تو ام بی سی مشهور بودن یا در ای بی سی بودن یا در سی بی اس بودن، به اصطلاح بیشتر از هر گروهی به میدیا اینا دارن حمله میکنن و از طرفی به سنا و هاوس و هاوس رپرزنتیتیو این حرفا. الان تا به حال اقلا خوشبختانه میتونم بگم یکی از پوینت‌های مثبت تا به حال اینه که به مردم عادی جنرال پاپولیشن کاری نداریم. البته بگذاریم از این که آدم های معمولی که برای این گروه ها کار میکنن معمولا سکرتری، رسپشنیستی چیزی هستن، نامه ها رو باز میکنن، بله، و اونها در خطر هستن، بله، بله. یا این میلمن های بیچاره که نامه های ما رو به ما همین لطف میکنن، نامه ها رو برای ما های مرور میارن، اونها هستن که تحت به اصطلاح در معرض اوله، بله، و در معرض خطر بیشتر از اون آدم های به اصطلاح گردن کلوفتر هستن. ولی به هر صورت باز من یکی از چیزایی که میخوام اینجا بگم در این حالی که الان که راجع به آنتراکس و شاید مقدار اسمال پاکس اما آبله هست صحبت بکنیم، یه مقدار وحشت در مردم به وجود میاد، ولی من قصدم اینجا فقط و فقط این هست که یه مقدار آموزش و یه مقدار روشنگری کنیم و ببینین هر چقدر که آدم معلوماتش بیشتر باشه بهتره. به قول امریکایی‌ها میگن knowledge is power، و واقعا اگه شما knowledge داشته باشین قدرت هم باش میاد. ولی که ما یاد میگیریم که اشکال کار در چیه، میتونیم حداقل با سیاست مداران فشار بشون بیاریم که مثلا فرضاً در این مورد به خصوص واکسینیشن رو بیشتر کنن، یا یعنی اصلا بسازن، چون ما راجبه صحبت میکنیم، چون اصلا واکسن بنز کافی نیست، یا داروهایی که مورد نیاز هست برای درمان این بیماری شروع بکنن با سرعت هرچی بیشتر یک کاری برای مردم بکنن. اینه که من اینجا واقعا قصدم فقط آگاهی دادن هست از اینکه این بیماری چی هست و چه راههای درمان یا پیشگیری داره، ولی فقط به خاطر اینکه آگاهی داده باشیم. ولی از نظر ترس امیدوارم که این ترس در ملت به وجود نیاریم و باز انشالله این ادامه خواهم داد. ولی به عنوان مثال بهتون بگم ما 280 میلیون جمعیت در امریکا داریم. ببینید در حال حاضر فقط یک نفر از این آنتراکس، اینقدر ما همه ازش وحشت داریم، فوت کرده، من. و 9 نفر تا حالا واقعا اینفکتد شدن. درسته که 30 نفر در مجلس یعنی دیدن که اکسپوز شدن، ولی هنوز انفکشنشون یا عفونی شدنشون هنوز مشخص نشده. برای وقتی ما اونجوری نگاهش بکنیم اون ترس رو از دلمون بیاریم بیرون، برای اینکه واقعا نسبت به این اتفاقاتی که میفته، ما فکر کنیم تو ترافیک و رانندگی چقدر آدم ها میمیرن. شما فکر کنیم من در مورد کار خشونت که همیشه با شما صحبت کردم قبلا، ما هر 20 دقیقه یک نفر با اسلحه بله. میشه تو این مملکت، در حالی که ما هم چیزی الان با انتراکس رو نداریم و امیدوارم که البته این اصلا از بین بره، ولی سرزتون میخوام کم کنم. بله حتما، ممنون میشم که شما ترس من و بسیاری دیگر از هموطنان ما رو کم بکنید. ولی تبلیغات تلویزیون آمریکا به قدری در این مورد داره افراط میکنه، مثلا همین پریشب بود که من پای تلویزیون بودم و داشت صحبت میکرد که بعد به قدر دیگه گفت که من گفتم پس من اصلا دیگه امشب لابد من میخوام دیگه، یعنی اصلا وحشتناک. حالا بریم سراغ این که این بیماری چه هست، علائمش چه هست، از کجا آمده و از کجا میاد، یعنی منظور این نیست که از چی تولید میشه، و اگر خدا نکرده شخصی مبتلا به این بیماری بشه تا چه مدت زمانی میتونه بفهمه که بعد خودشو به پزشک برسونه و بتونه مداوا بشه، و اگر تا چه مدت زمانی اگر دیر بشه دیگه کار از کار گذشته. با کمال میل، والا این آنتراکس همون سیاه زخمی که اشاره کردین شما، به اسم دیگه ایش هم شاربون هست که در ایران به کار میبردن، و این عامل بیماری یک باکتری هست، ویروس نیست، و باکتریش به صورت باسیلوسه، باسیلوس آنتراکسیس اسم این ایجنتش هست، به صورت راد شکل و دراز دراز هستن، در حالی که
بعضی از عوامل میکروب دیگه به صورت مثلا استافیلوکوک به صورت گرد گرد هستن. این نظر زیر میکروسکوپیه، فقط یه اطلاعی کلی که بدونیم. و این بیماری آنتراکس بیشتر از انسان در حیوان هست و من چون دامپزشک هستم خدمتتون گفتم این بیماری دامی هست در واقع، یعنی به طور جنرال و نرمالی گاو، گوسفند و حتی خوک، اسب، اینا مبتلا میشن از طریق موقع چرا، چون در موقع غذا خوردن این حرفا، گریزینگش به قول اینا، این باسیلا به صورت اسپور یا غیر اسپور روی سبزه و اینا هست و اینا میخورن، اینجست میکنن و بعد مبتلا میشن که این نوبت علامش دیگه نمیدیم که برای حیوانات مختلف حتی مثلا در خوک با گاو و گوسفند فرق میکنه. معمولا این بیماری در انسان به صورت همگیر نیست. اولا بیماری همگیر اصلا نیست و کسی از کسی دیگه نمیره، کانتیجس نیست. و یکی از خبرهای خیلی خوبی در مورد آنتراکسه، یعنی شما نباید بترسین اگه یکی آنتراکس داره با شما دست میده، با شما صحبت میکنه، شما ازش میگیرین و این خیلی پوان مثبتی هست. خیالتون راحت باشه. و علاوه بر اون این بیماری در انسان فقط در گروه های خاصی تا به حال، بگذاریم از حالا که دیگه به صورت پست نامه مقدار غیر عادی نرمال نیست واقعا، انجام میشه در انسان فقط در دامپزشکان که با حیوانا سر کار داشتن، با فارمرا، با کسانی کشاورزا. با کشاورزا و کسایی که با دامداری سر کار داشتن و بیشتر اصلا حتی بهش میگفتن کسانی که با پشم ریسان، پشم بافان، کسایی که با پشم سر کار داشتن زیاد اینو میگرفتن بیشتر از بقیه، به خاطر اینکه این اسپورا لای این موها باقی میمون و چون خیلی مقاوم هستن در مقابل هوای عادی و آفتاب و این حرفا معمولا باقی میمونن و همین دلیلی که فقط این گروه واقعا مبتلا میشدن. متوجهین؟ حالا بگذاریم که الان و البته تنها کسایی هم که از به صورت درمان یا به صورت واکسین از این واکسیناسیون میشدن به خاطر آنتراکس، جز این گروه که خدمتتون گفتم دامپزشکان، کسایی که با حیوان سر و کار دارن دیگه، میلیتری پرسنل، کسایی که توی ارتش و به اصطلاح دولت کار میکنن و احتمالاً به کشورهای دیگه فرستاده میشن چون ممکنه اونا داشته باشن، اینا میگیرن. این بیماری آنتراکس البته ریشه‌کن نشده، خیلی نقاط دنیا وجود داره. ما در تمام قاره ها در واقع آسیا داریم، در هر منطقه‌ای که فارمینگ هست و دامپزشکی، دامداری هست، این حرفا معمولاً به مقدار گاهی گداری حداقل اگه همیشگی نباشه وجود داره. در اروپا وجود داره، در آسیا خدمتتون گفتم، در قسمتی از آفریقا وجود داره، در امریکا شمالی و جنوبی هر دو وجود داره، در استرالیا وجود داره و در خود امریکا حتی بعضی از استیت‌ها هنوز این بیماری رو دارن و بیشتر ناحیه باز دامداری کشاورزی هست، مثلا نیوبراسکا، ما کالیفرنیا اتفاقا کالیفرنیا داره این بیماری رو. چرا همین ظرف یک ماه اخیر یک دفعه؟ بله خب، برای اینکه این به اصطلاح مانیپولیت شده و اینا چیزایی که دستکاری شده و به صورت بایو به اصطلاح ایجنت یا میکروبایی که برای وارفر درست شده، برای جنگ به اصطلاح جنگ میکروبی و بیولوژیکی درست شده واقعا. و حال این داستان خود آنتراکس که چیز غیر عادی نبوده، وجود داشته، هنوزم وجود داره ولی به صورت همگانی و همه جا نیست. بعد در مورد این که این واکسن داره یا نداره، اون چطور سرایت میکنه به انسان؟ نه علائمش چی؟ علائمش در مورد انسان اولا بستگی داره که از چه راهی سرایت کرده. برای اینکه این بیماری از سه طریق میتونه به انسان سرایت بکنه. معمولا به طور نرمالش، بدون اینکه در نظر بگیریم این حالت جدید و پست و این حرفا رو در نظر نگیریم، معمولا بیشترین بیماری در انسان از طریق زخمی که در روی بدن و دست یا عضوی از اعضای بدن اون انسانی که با دام سر کار داشته بوده و انسانی که با اون حیوان تماس میگرفت، از راه اون زخم این باسیل وارد بدن میشه و علائمش بیشتر هم حالت خیلی شبیه فلو، البته در مورد پوستی، ناحیه پوستی فرق میکنه، در مورد تنفسی بیشتر شبیه فلو هست. و این وقتی که وارد بدن میشه بعد از یکی دو روز ممکنه یکم سوئلینگ پیدا کنه، یکم ورم میکنه، بعد به صورت یک پوستول در میاد یا به اصطلاح میگه مثل حبابی که توش آب باشه اونجوری میشه و کم کم مثل تاول میشه. بله. و بعد همینجوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه به صورت زخم و حتی یا سیاه شدگی پیدا میکنه، به همین هم سیاه زخمش میگن. بله بله، یعنی این حالت نمیدونم چجوری بگم، گبره میزنه، یه حالت مشخصی. البته معمولا به اون حد نباید برسه، برای اینکه خب کشنده میشه، باعث که هر زودتر به دکتر مراجعه بشه و آنتی بیوتیک مصرف بشه که به اون حد نرسه. نوع دیگه‌اش که تنفسی هست،
که به صورت نرمال خیلی کم میشه که کسی اینو بگیره، ولی وقتی اون اسپورا از طریقی وارد و میکروبش به یک طریقی وارد از راه دستگاه تنفسی وارد ریه میشه، وارد بدن میشه، در ریه جاگزیر میشه و اونجا شروع میکنه به تولید ادم و آب جمع شدن این حرفا میشه و بعد اونقدر شدید میشه که حالت تنگی نفس، حتی نفس نمیتونه خوب آدم بکشه و شاک تنفسی میده و خیلی چیزای دیگه به صورت چون تاکسیک هم این ترشح میکنه. در صورت این دومین حالتش هست. و حالت دیگری که خیلی کم اتفاق میفته، نادر هست ولی اتفاق میفته، در اثر خوردن گوشت این حیواناتی هستش که مبتلا هستن، مبتلا بود باشن. چون وقتی این حیوانات مبتلا میشن، اگر بتونیم درمان کنیم چه بهتر، اگر نکنیم و اینا باقی بمونن و یا اگه اونا که میمیرن، بایستی که حتما به صورت خیلی خاصی ضدعفونی خاصی میشه، باید در زمینی که اینا رو به اصطلاح دفن میکنن چیزای خاصی در نظر گرفته میشه که این بعدها هم حتی پخش نشه. در گوشت در آب در خاک باقی میمونه. در گوشت طیور هم ممکنه باشه، مثل مرغ و بوقلمون و اینها دیده نشده به اون نشده. صورت یعنی بیشتر ما در گوشت قرمز، قرمز بیشتر، یعنی چون این بیماری بیشتر بیماری این جور دام ها هست. به هر صورت این برنامه به صورت ایجنت چیکارای میکنه و حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ راه سرایتش بود که اجازه بفرمایید، الان اشاره کردن که مهلت آگهی ها هست به 2 دقیقه آگهی تجارتی. بینندگان عزیز توجه فرمایید و بعد که به استودیو برگردیم خطوط تلفن رو من باز خواهم کرد، میتونید تماس بگیرید با خانم دکتر فریده کیومر که اگر سوال و سوالاتی داشتید بپرسید. تلفن 818 881 CC 881 CC. حالا فعلا به 2 دقیقه آگهی توجه فرمایید که خانم دکترم یک تنفسی بکشه. خب بینندگان عزیز باز هم سلام عرض میکنم، در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق سرکار خانم دکتر فریده کیومر دادستان. از هم اکنون تلفن ها باز خواهد بود برای سوالات شما عزیزان. 818 881 CC این تلفن، همین تلفن داخل استودیو هست که میتونید تماس بگیرید. 818 881 CC. تلفن دیگری نیز هست که خانم دکتر میخوان در اختیار شما عزیزان بذارن. تلفنی است مال پابلیک هلت که اگر که سوالی دارید یا احتمالاً احساس کردید که مسائلی رو احساس کردید که ممکنه خطرناک باشه در خودتون یا اطرافیانتون، میتونید با این شماره تماس بگیرید. 1-800-550-52-34 تلفنش رایگانه. 1-800-550-52-34 این تلفن پابلیک هلت هست که به طور رایگان 24 ساعته است. بله 24 ساعته در خدمت شما عزیزان هست. اگر سوالی دارید، اگر به مشکلی برخوردید، چیزی مشکوک هستید، میتونید تماس بگیرید. از آقای امیل خواهش میکنم این تلفن پابلیک هلت رو روی صفحه تلویزیون بنویسن. 800-550-52-34. و اما تلفن آمده، اجازه بدید تلفن رو بگیریم. سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خانم. سلام قربون، حال سرکار چطوره؟ عرض میکنم به خانم دکتر با این برنامه‌های خوب و جالب و سازنده‌ای که واقعا فقط باید گفت که توی تلویزیون شما هستش. خیلی ممنون آقای عزیز، متشکرم. و خواستم این چیزی رو اینجا انکار کنم، واقعا اینو بگم که تلویزیون شما بسیار تلویزیون سازنده و خوبی هستش و ما واقعا از برنامه های خوبش لذت میبریم. و یک چیز خیلی خوبی رو که من تو تلویزیون شما دیدم اینه که برنامه هاتون درست ساعت داره، حساب داره، کتاب داره و موقع آگهی دقیقا گوینده قطع میکنه و آگهی شروع میشه، در صورتی که این توی تلویزیون های دیگه متاسفانه نیستش. خواستم از تلویزیونتون واقعا این تشکر رو کنم. متشکرم آقای عزیز، امیدوارم که آقای مهندس امیر شجره الان ببینن برنامه رو و از لطف و محبت شما نیز برخوردار بشن. بنده به شخص ممنونم از طرف خودم و از طرف سایر همکارانم، خیلی متشکرم. شما سوال خاصی ندارین در مورد بیماری انتراکی بپرسید؟ قطعا. بله. متاسفانه خواستم بگم که نمیدونم، ما با این بیماری متاسفانه یا خوشبختانه توی اروپا همچین نیستش که توی میگه توی مزرعه‌ای آمریکا هستش. شما در اروپا تشریف دارین؟ بله بله ایتا. بله خان دکتر، در اروپا ممکنه مورد خطر باشن؟
حالا اروپا زیاد نمیدونم که این نامه ها رفته، ولی در برزیل و آرژانتین مطمئنم که گفتن نامه های اینچنینی با گرد هایی رفته که هنوز نمیدونم که اینا آزمایش کردن که چطوره. ولی نه اصولا این با بیماری دامی در اروپا بله شایع هست. آره یه چیز خانم دکتر، یه چیزایی ما البته توی اینترنت یا برنامه های مثل ساتلیت شما اینا یه رادیو ایرانی صحبتی کرده، ولی اونچنان نه. نه ولی در اروپا هم چیه گفتیم خدمتون قبلا وجود داره، بر مناطقی که دامداری هست و به اصطلاح کشاورزی وجود داره. چون ببینید اینو اسپور این آنتراکس در خاک بین 80 تا 100 سال باقی میمونه. یعنی میتونه به صورت خفته، یعنی خاموش بمونه تا اینکه براش یه مقدار محیط مناسب بشه، یه رطوبت خاص باشه، یک حرارت خاص باشه، و وقتی محیط مناسب شد دوباره از اسپورش بیرون میاد به صورت به اصطلاح اکتیو میشه. ولی به هر حال امیدوارم که شما حداقل در معرض خطر نباشین و هیچ کسی در آمریکا هم در معرض خطر نباشه. خیلی ممنون آقای عزیز. قربان شما، خیلی ممنون، خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که توی برنامه‌های تلویزیونی دیگه یه چیزایی راجع به این مسائل بگن. متشکرم. ان شاء الله. مرسی. نظر لطف شما به بیننده عزیز بود. در حال من همونطور که هفته گذشته عرض کردم خدمت شما عزیزان، هدف ما در تلویزیون پارس این هست که به راستی به مردم آگاهی بدیم، درد جامعه رو حس بکنیم، لمس بکنیم و دوای درد رو بیابیم. حالا درد میتونه مشکلات اقتصادی باشه، مشکلات روانی باشه، مشکلات پزشکی باشه، مشکلات اجتماعی باشه. به هر حال تا اونجایی که در توان و توش ما هست سعی میکنیم که برنامه های آموزنده ارائه بدیم. البته در کنارش نیز برنامه های تفریحی و اخبار آخرین خبرهای روز، مسائل سیاسی، مسائلی که همکنون این روزها مردم میتونه مورد توجه مردم میتونه باشه، و برنامه هنری هم در سطحی که واقعا در خور شأن خانواده های ایرانی است و در خور شأن بینندگان تلویزیون هست، برنامه‌های هنری هم ارائه میدیم که خدا نکرده از در اون موردم سعی میکنیم خطا نکنیم و برنامه‌هایی و صحنه‌هایی و ویدیوهایی نشون ندیم که خدا نکرده یک جمعیتی که در خانه نشسته از خرد و کلان خدا نکرده به شأن خانواده‌ها لطمه وارد بشه. به هر حال حال برگردیم، تلفن پابلیک هلت روی تلویزیون هست 800-550-5234 و برگردیم به همین بیماری. و پشت دوربین موقعی که آگهی ها داشت پخش می شد خانم دکتر به بیماری مخوف دیگری اشاره کردند به اسم آبله، و اشاره کردند که از سال 1972 تا کنون به کلی واکسن آبله رو مصرف نمی کنند زیرا که نیازی بهش نمیبینن. بچه هایی که از سال 1972 به این ور متولد شدن، مثل مایی که مال نسل قدیم هستیم، من یادم بچه بودم واکسن آبله میزدن، دیگه واکسن آبله نمیزنن. ولی حتی کسایی هم که در اون زمان واکسن آبله زدن، بعد از 20 سال مجددن باید واکسن آبله رو بزنن. و بعد مورد دیگه ای رو که اشاره کردن این بود که آقای صدام حسین، بله در مورد آنتراکس بود. بله مثلا بله. ببینید در تا سال 1996 هر کسی میخواست بره آنتراکس رو بخره، البته تو مغازه نبود، بله، ولی در کارخانجاتی که ببخشید در لابراتوارهایی که اینا رو میساختن، یا در دانشگاه ها، یا در مراکزی که مربوط به دولت بود، یعنی فدرال گاورمنت، اینا به خاطر ریسرچ این حرفا داشتن و یک کسی میخواست بخره خیلی راحت میتونست بخره، یعنی اینقدر مسئله نبود. ولی در از 1996 کنگره یک بیلی فرستاد به مجلس که حتما جلو این کارو بگیرن، و البته متاسفانه هنوز کاملا جلوش گرفته نشده، ولی ریسترکشن و محدودیت هایی دادن به این صورت که کسی که میخواد اینا رو بخره، ازش آنتراکس رو بخره، بایستی که حتما ثابت بکنه که به چه دلیلی، برای چه کار ریسرچ، برای چه کار لابراتوری، به چه دلیلی اینو نیاز داره. و اگه بتونه ثابت بکنه و بتونه واقعا نیازش رو بگه به کار به اصطلاح لجیتیمیت و کار درست و دقیق هست، نه کار
به اصطلاح ایجاد وحشت و تروریسم و این حرفا، بعد میتونن اینا رو بخرن. ولی جالب همین هست که آقای صدام حسین طبق چیزایی که آمارایی که ندارن در سالها قبل از اینکه این جنگ ایران و عراق هم شروع بشه، از یک منطقه در ویرجینیا این آنتراکس رو میخره، 7 strain میگمش، 7 strain فقط، بیشتر نه، و اینو بردن و درست کردن، کش دادن، به قول معروف دستکاری کردن و به صورت یک اسلحه سمی بیولوژیکی درست کردن که متاسفانه اینو من مطمئنم هستم که خیلی خبر دارن که در جنگ ایران و عراق هم به کار بردن و بسیاری از سربازان واقعا بیچاره ایرانی مبتلا به این حتما شدن و به نحوی با این روبرو شدن. ولی حالا چطور شد که در سال 1996 به بعد این کارو کردن؟ برای اینکه یک شخصی اسمش خاطرم نیست، ولی فکر کنم لری وین همچین چیزی، این یکی از افراد گروه آریان نیشن بوده که نژاد آریایی، نژاد آریایی که البته مثل وایت سوپرمیست این حرفا میگن، و این در داشبورد ماشینش پیدا کردن که یه مقدار از میکروب طاعون و پلگ رو در ماشینش پیدا میکنن و بعد از اون دیگه شروع میکنن میرن. این چه سالی بوده؟ اینو در 95 پیدا میکنن، برای همین که این قانون رو 96 که محدودیت ایجاد میکنن برای نه فقط آنتراکس، 24 میکروب دیگر هم شروع کردن به اصطلاح همین ریستریکشن، به محدودیت دادن که هر کسی نمیتونه دیگه بره بخره. البته متاسفانه در دنیا باز گروه های دیگه هستن که اینا رو دارن و میتونن قشنگ ملت از اون افراد بگیرن، ولی در امریکا یه مقدار محدودیتش بیشتر شده. بله. بعد در مورد نمیدونم میخواستین که راجع به واکسیناسیون و در مورد بیماری آبله این حالا آبله رو ترجیح میدیم مواردش حالا نه چی رو میخواییم میگیم؟ فکر میکنیم بیشتر به درد مردم بخوریم. بله آنتراکس چون الان هست، ولی بله بله. اتفاقا خود آبله یا میخواییم در مورد آنتراکس باز اشاره بکنیم؟ اگه میخواییم این اشاره، اگر که بینندگان عزیز سوالی دارن، چون خانم دکتر توضیحاتشون در مورد بیماری آنتراکس دادن، بیماری سیاه زخم، اگر سوالی دارید تلفن بکنید 818-881-CC، اگر سوالی مضاعف بر فرمایشات ایشون هست میتونید سوال بکنید، 818-881-CC تلفن فعلی تلویزیون هست الان این لحظه بازه. ولی حال بپرزیم در چه خصوصی در مورد آنتراکس که میخواستم بگم، دو تا مسئله رو مطرح نکردیم برای دوستان بدونن که واکسن میتونه که جلوگیری بکنه از بیماری آنتراکس و درمانش هم معمولاً چون میکروب هست آنتیبیوتیک هست و آنتیبیوتیک به قول اینا چویسی که در امریکا مصرف میکنن سیپرو هست، ولی بیشتر آنتیبیوتیک دیگه هم میتونه مؤثر باشه، برای اینکه پنسلین داریم، تتراسیکلین داریم، همینا میتونن مؤثر باشن برای این بیماری. برای همین من میخوام بگم که ملت باز نترسن و بعد خواهشی که دارم این که نرن آنتیبیوتیکو، چون من شنیدم از خیلی ها که میرن آنتیبیوتیک میخرن در خونه نگهداری میکنن و واقعا این چیز جالبی نیست. من خودم ندارم، ما هیچ کدوم با وجودی میتونیم مگه آنتیبیوتیک رو داروخانه ها بدون تجویز؟ نه خب معمولا از دکتراشون میخوان، گاهی از دکتراشون میخوان، دکترا باید بدونن همطور بی خودی که نباید بدن، برای اینکه به چند دلیل، برای اینکه اولا به خود آدما کمک نمیکنه، یعنی اگر ما الان شروع کنیم آنتیبیوتیک رو مصرف کردن بدون اینکه بیماری داشته باشیم، بعد از این مدتی بدن ما نسبت به اون مسئولیت مقاومت پیدا میکنه و ما اصلا نسبت، یعنی برای همین هم هست که خیلی از آنتیبیوتیک ها که قبل ها میتونست رو خیلی از میکروب اثر بکنه، در اثر مرور زمان و مصرف زیادشون به خاطر بیماری‌های مختلف اینا خودشون ادپت میکنن، فکر نکنه اونا ادپت کردن و رزیستنس و مقاومت پیدا کردن نسبت به اون نوعای به خصوص آنتیبیوتیک زیاد مصرف شدن. و به علاوه ما مقدار آنتیبیوتیک اونقدر زیاد نداریم در جامعه در امریکا، این اگر قرار بشه که همه آدما بگیرن اونقدر نداریم و واقعا ما چون الان که این به این مسئله واقعا روبرو نشدیم، اگر بیایم آنتی بیوتیکا رو در خونه و یه جایی نگه داریم در استور بذاریم، اولا بعد از مدتی اینا از بین میرن، قدرت به اصطلاح اثرشون از بین میره دیگه، میدونی همیشه یه تایمی دارن، بعد از یه سال دوشان از بین رفتن، برای این بعد از مدت خود به خود از بین میرن، اگر الان کسی نیازی بهش داشته باشه ما همه رو گرفتیم استور کردیم، به بقیه که واقعا مورد نیاز براشون هست که باید مصرف کنن نداریم. خانم دکتر اجازه بدید خط رو بگیریم. سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. الو سلام، سلام علیکم خانم عزیز.
من منصوره هستم، از سوئد زنگ میزنم. خواهش میکنم و خواستم سلام بدم خدمت شما و خانم دکتر و تشکر بکنم از برنامه بسیار جالبتون. چه اطلاعات مفیدی رو در اختیار بیننده ها میذارید. متشکرم خانم عزیز، قربان. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون. سوالی داشتم از خانم دکتر که اگر امکان داره توضیح بیشتری بدن در مورد علائم این بیماری آنتراکس، که آیا همراه این زخم همراه با سوزش یا خارش یا درد هم هستش؟ یه خوری بیشتر اگر توضیح بدن ازشون ممنون میشم. میخواین از تلویزیون توجه کنین؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنون از توجه شما و خوشحالم که فکر میکنیم به دردتون میخوریم برنامه. ببینین، گفتیم که آنتراکس از سه راه وارد بدن انسان میشه و انسان رو مبتلا میکنه. یکی از راه‌ها راه پوست بود و زخم بود که الان خدمتتون میگم توضیح بیشتر. یکی تنفسی بود و یکی از راه خوردن. بنابراین اینا علائمشون مسلما متفاوت هستن. اونی که از طریق زخم و یعنی به صورت از راه زخم وارد بدن میشه، اون معمولا همونجوری که خدمتتون گفتم اول یک حالت برجستگی یا تورم کوچیکی پیدا میکنه، بعد یک حالت ممکنه با خارش همراه باشه یا نباشه. باز ببینید، چون این آنتراکسی که اخیراً به وجود آوردن واقعا اون آنتراکس به صورت نرمال در طبیعت وجود داره نیست، این مقدار دستکاری شده، برای همین میتونه علائمش مقدار متفاوت باشه از اینی که هست، یا خیلی سریع‌تر باشه بر حسب اینکه این ایجنتی که به کار بردن چقدر پتانسیش و این حالت شدت زیاد یا کم هست، میتونه این علائم خفیف یا قوی بشن. ولی علاوه بر اون گفتم که یه حالت حباب شکل و مقدار مایع جمع میشه، یه حالت پوستول مانن پیدا میکنه و بعد از تاول مدت، بعد از مدتی این باز پیش میره به حالت زخم و حالت قهوه‌ای رنگ و به صورت کبر بسته و این حرفا میشه. خیلی مشخصه، یعنی شما فکر کنم هیچ وقت هیچ کس به اون حد نمیذاره برسه. و به خاطر این اتفاقاتی که اخیراً افتاده، من توصیه میکنم این خانم در ذهن پرسیدن که آیا سوزش یا خارش یا دردی گفتم که ممکنه داشته باشه، ولی معمولاً بیشتر علائمش به صورت همین که حالت ورم هست و حالت اون حباب مانم هست و بعد ادامهش بعد از مدت زیاد یک دو هفته میگذره به اون حالت شدیدتر میرسه. اما اگه بخوایم راجع به مسئله تنفسی صحبت بکنیم، خیلی علائم شبیه فلو یا هم آنفلانزای خودمون هست. و جالب اینه که من خدمت شما میگفتم یعنی چی؟ ریزش بینی و دو روز این فلو هست، یعنی تب داریم که حتما با تب همراه هست. با تمام علائمی که فلو یا سرماخوردگی برای شما داره، آبریزش، این سرماخوردگی. و خوبه که اینجا اینم اشاره کنیم که اولا گفتم من رشته خودم اتفاقا، یعنی تز خودم رو در میشیگان در رشته اپیدمیولوژی آنفلانزا بود و برای همین خیلی جالبه برای من این مسئله. ولی خواهشی هم که میتونم بکنم و توصیه‌ای به پدر مادرها بکنم و به خصوص اشخاصی که سنشون بیشتر از یه حد هست، حتما امسال واکسن فلو رو بزنن، آنفلانزا رو بزنید. برای اینکه اقلا یه مقدار بهمون یک آرامشی میده که وقتی که الان فلو بگیریم، بالاخره هم توی زمستون بارها و بارها فلو میگیریم، از عوض اینکه بترسیم و وحشت کنیم که این چی هست، خب وحشتمون کمتر میشه و وقتی فلو هست میریم دیگه ما واکسن زدیم دیگه فلو نمیگیریم. اگر خدای نکرده اون شد، بیشتر بایستی که هرچه زودتر با اولین علائمی که ظاهر شد به دکتر مراجعه بکنیم. نوع به اصطلاح داخلی و گسترو انتستینالی که میشه، یعنی از طریق گوارشی که وقتی وارد بدن میشه، این بیماری تولید گس میکنه، به حالت اسهال، حالت استفراغ، درست همون حالتی که بیماری های گوارشی به آدم دست میده و همون حالت، حالت اسهال، استفراغ و دل به هم خوردگی و برام های اینطوری که معمولا همچون که خدمتتون گفتم بسیار یعنی به اصطلاح نادره، یعنی حتی در این مواردی که حالا به صورت تروریستی بایو تروریسم وجود اومدم، باز نوع شکمی داخلی گوارشی هنوز به اون صورت نشده. تا اونجا پیش نرفت. بله. من دیدم خطوط خط روشن بود، اومدم جواب بدم، دیدم قطع شده. آقای امین خطوط قطع شد یا تلفن رفت یا نمیدونم دوستان عزیز روی خط بودن قطع کردن. به هر حال زیاد موندن. میتونید، چون من میخواستم صحبت شما تموم بشه، به هر حال دوستانی که روی خط بودن و قطع کردن میتونن که دوباره زنگ بزنن، ما در خدمتتون هستیم. و اما برگردیم به پس این علائم شبیه سرماخوردگی و خیلی شبیه فلو، یعنی اگر آدم احساس کرد که فلو داره نباید فکر کنه که فقط یه سرماخوردگی، هیچ ضرری ندارم هر چه زودتر در این چنین موقعی، من اینو همیشه پیشنهاد میکنم، چون کار ما پیشگیری هست و درمان، و در هر نوع بیماری هر چه زودتر شما به پزشک مراجعه کنین، خودتون بدونین که چه علائمی دارین و مواظبش باشین. الان
یکی از چیزهایی که من فکر کنم مؤثره در کم کردن این ایمیونیتی ما همین ترس و وحشتی که ما داریم. میدونیم برای اینکه باعث میشه استرس همیشه آدم بله، بله، بله. آماده میکنه واسه گرفتن بیماری‌های دیگه. بله. اجازه بدید من مجبورم. سلام عرض میکنم، بفرمایید. سلام علیکم خانم. سلام علیکم. از داماد میزنم. سلام علیکم قربون. سلام علیکم خانم، من از داماد تلفن میزنم با تشکر از برنامه بسیار خوبتون. خیلی ممنون آقای عزیز، خواهش میکنم. بله، من سوالی داشتم از خانم دکتر، این در مورد همین میکروب آنتراکس یا سیازده. بله. این اتفاق حدود میتونم بگم 35 سال پیش برای مادر من افتاد در ایران. ایشون پشت کمرش شروع کرد به خارش کردن، بعد همونطور که خانم فرمودم قهوه‌ای شد، بعد یکم سیاه شد، در خاتمه بعد به اندازه یک ته فنجان که حساب بکنیم این زخم شد. در اون زمان ما نمی‌دونستیم باید چیکار بکنیم، دکترهایی که بودن نتونستن سر در بیارن، ولی این دکترهایی که بهش میگفتن داروهای علفی و چیزا میدونستن، اینا بگفتن که بهترین روش این کار سوزاندن این زخمه. بعد اینو ما سوزوندیم این زخمو پشت، یعنی طوری شد که به اندازه یک فنجان که من از کام خدمتون اینو سوزوندیم و این مادر من هیچ گونه احساس دردی نمیکرد در اثر سوزش، بلکه حتی از این کار لذت میبرد، میگفت بسوزنید که من دارم راحت‌تر میشم. و این مسئله که ما این کار کردیم کاملا یک سوراخی باز شد در یک کفری باز شد پشت کمرش. بعدش اینو ما دو بیمارستان بردیم که در اونجا بستری کردن، بعد اونام گفتن خب خوب بوده شما سوزوندید، این کمکی شد برای مداوا. حالا من نمیدونم نظر شما چیه در این رابطه. میخواد مادرتون الان در قید حیات هستن؟ نه خیر دیگه، بعدا بعد از اون بیماریشون چند وقت بعد از اون مسئله ای که شما سوزوندین ایشون فوت کردن؟ ایشون در رابطه با اون بیماری فوت نکردن، بعدا بیماری قلبی گرفتن فوت کردن، یعنی دریچه میترالشون تنگ بود. بله. در اون اثر مردن، نه در اثر سیازده. بله. شما کجا تشریف داشتید؟ آلمان. نه مادرتون کجا ایران تشریف داشت؟ تهران بودم. من چند 35 سال پیش نمیدونم، چون خیلی بله. خیلی برای من مشکله، نه اینکه این کار رو نمی‌کردن، در نقاطی که دسترسی به مثل آنتی بیوتیک و این حرفا نبود، میدونم که در یک مناطق دور افتاده‌ای گاهی این کارها رو می‌کردن، و ولی من واقعا خودم شخصا خیلی در این مورد درمان به نظر من درست نمی‌اومده. ولی اینو بهتون بگم، اگه چاره‌ای دیگه نباشه، یکی از راه‌های می‌تونه باشه، برای اینکه این باعث میشه که شما در دامپزشکی این کارو می‌کنیم، در مورد البته اونا زنده هستن، نه در مورد اونا که لاشه هستن. برای اونا گفتن که دیگه این چون خیلی بزرگ شده، زمانش گذشته، اینو باید دیگه سوزوند، راهی یعنی کاری از آنتی بیوتیک و اینطور چیزا ساخته نیست. بله، شما برای اینکه گفتین که خودتون فرمودین که این انقدر پیشرفته بود که به قهوه‌ای رسید و حتی یه حفره درست شده. بله بله. شاید این تنها راهش بوده، برای اینکه آنتی بیوتیک دیگه مؤثر نبوده، و شاید این تنها راهی باشه که، چون من میگم در دامپزشکی ما به کار می‌بردیم از درمانی که اون حفره بزرگ، اون بایستی که سوزوندنم به این دلیل هست که اون باسیل‌ها هم تو خدمتتون گفتم خیلی مقاومن به خیلی از چیزها، و اگر مثلا حرارت کم ببینن یا برش بدارن ممکنه که ادامه، چون نمیدونستن که چقدر پیشرفت کرده، شاید این تنها راهش بوده، و برای من جالبه چون زیاد در انسان نشیده بودم. فکر کنین چه زجری یک انسان میتونه بکشه که در همون لحظه، ولی اصلا هیچ زجری نمیکشید، یعنی اصلا این مثل این گوشتی که گلز فرز میکرد و خونابه از توش میومد بیرون، ولی هیچ گونه احساسی نمیکرد، و این تازه راحت تر میشد، میگفت از درد دارم چیز میشم، و همینم باعث شد که خوب بشه. بعدش ما بردیم بیمارستان و اینا دیگه چیز کزاز زدن و واکسن کزاز اینطور چیزا زدن بهش، و بعد پانسمانش کردن اون زخمو، بعد به مرور زمان این خوب شد. بله، بلکه اون نسج هم مرده بوده، یعنی مادر شما این احساس هم نمی‌کردن، اگه به خب مسلماً قسمت اطراف گوشت بدنشون که حس داشته خب خیلی بد بوده، ولی اون قسمت احتمالاً چون مرده بوده خب کمتر، ولی اینجا دل جالب بود برای من. ممنون از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین آقای عزیز، و بهش می‌کنم متشکرم، قربان خیلی متشکرم، خدا بس شما، خداوند مادر شما رو رحمت کنه، قربان شما، خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم قربون.
عرض داشتم شما اشاره کردین به این که در سه حالت ممکنه به انسان مبتلا بشه. بله. اما از طریق این گردی که به صورت نامه ارسال میشه انسان چه حالت از این سه حالت رو شامل میشه؟ بله، وقتی به صورت تنفسی وارد بدن بشه همون فلو لایک، یعنی شبیه فلو لاین وای میتونم ببخشم شبیه... یعنی خط میکنم ببخشم میخواین از تلویزیون گوش کنی؟ بله بله بریم. بله ببینید، وقتی از راه تنفسی وارد میشه همون علائم تنفسی رو به ما میده، به خاطر اینکه از همون طریق وارد شده و همون اثراتی که به صورت نرمال از راه تنفسی بگیریم که معمولا نادر هست میگیریم، که همون توی خدمتتون گفتم علائم شبیه آنفلانزا است، یعنی تب هست، همون حالتی که سرماخوردگی، عدسه، سرفه، آبریزش بینی. این زمانیه که این گرده بره تو بینی آدم. بله. آدم نفس بکشه. اگه دست بزنه چی؟ دست بزنه. خب دست که بزنه میگم اگه از راه پوست وارد بشه اون نوع پوستی رو به آدم میده. بله. فهم میکنه. ولی از راه تنفسی که وارد میشه همون علائم فلور میده، یعنی یکی از کارهایی که بایستی که مردم بکنن و توصیه میشه حتما حتما به محض اینکه به خصوص اگر با این مسائل روبرو شه، اولا که این در این وضعی که ما هستیم اگر که با یک نامه‌ای برخورد کردیم که شک می‌کنیم، حتما پیش از اینکه از هر علائم بیماری معلوم بشه شما به دکتر مراجعه کنید، یعنی اجازه ندین که حتما این علائم فلو ظاهر بشه، چون ممکنه که دیر بشه. و همچنین اگر که نامه مشکوکی دریافت کردین حتما به پلیس اطلاع بدین که پلیس بیاد اون نامه رو ببره و باز بکنه. اگر فکر کردین که نامه بیل آب و برق و تلفن نیست و یک نامه ایست از یه آدرس ناآشنایی، اصلا دور بندازیم، باز نکنیم، دور بندازیم، فکر کنیم که اصلا دریافت نکرد، فکر کنیم که پستچی گمش کرد، نامه خیلی گم میشه اگه نامه مشکوک بود. برای چند تا خط ما داریم، من به خطوط جواب خواهم داد، پشت دوربین البته، چون الان من باید دوربین رو تحویل بدم، وقت برنامه سر آمده. ممنون از توجه شما عزیزان و بله سوال خوبی بود. همکار عزیز ما آقای امیل فرمودن که به خصوص نامه هایی رو بندازین دور که از تکس دیپارت. حسن ختام برنامه. برحال خیلی ممنون دوستان عزیز، ممنون از شما. یک نکته ای رو هم که میخواستم اشاره بکنم این هست که چون که خانم دکتر فریده کیومهر یکی از علمداران نهضت مقاومت با خشونت هستن، در این راستا کی اونو بگین، بیلبورد رو بگین و زود تموم کنیم. بله خواهش میکنم. ما بیلبوردی داریم از 12 نوامبر 5 تا 7 بیلبورد در نقاط مختلف لس آنجلس میره هوا، که وقت نداریم براتون بگیم کجاست، ولی خوب نگاه کنین، یه چند تاش در ولی هست، در گلندل هست، و یه برنامه‌ای داریم باز روز مبارزه با خشونت که در سطح بزرگی در لس آنجلس خواهد بود، نوامبر 17 هست، که می‌خوایم به بچه‌ها یاد بدیم که دست به اسلحه اسباب بازی نزنن و هر چیزی که بوی خشونت میده، هرچی که بوی خشونت بده از کودکی باید بیاموزیم که طرفش نره. خب خیلی ممنون خانم قربون شما، خیلی ممنون از لطفتون، خیلی ممنون از شما عزیزان و از توجهتون به برنامه، و ممنون از دوستانم در اتاق فرمان، و به امید دیدار همگی شما عزیزان در روز دوشنبه بعد از ظهر ساعت 6 به افق لس آنجلس، که به اتفاق همکارم آقای آنجلو طالبی برنامه روی خط پور رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. برامتون روزتون بخیر.